همه ما مکلفیم، دستاوردها را بیان بکنین، بگوییم برای دنیا که افغانستان آرام است، امنیت است، صلح است و افغانستان دیگر جنگ نمیخواهد. آبادی، آزادی، استقلال، سربلندی، سرزمین خوب، راه‌های خوب، تونل خوب، خانه‌های خوب حق مردم افغانستان است که همه دنیا باید این حق به مردم افغانستان قائل شود. ما از تمام مسئولین عالی قدر امارت اسلامی افغانستان سپاسگزار هستیم و شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. نه سرما، نه گرما، نه زمستان و نه بهار را سربازان امارت اسلامی نمیشناسه. در هر لحظه برای افغانستان سربلند، برای افغانستان آباد، برای افغانستانی که بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله بر اعتزاز باشد جان بر کف ایستاده است. یا همدرد مشروع نظام پا وړاندې بغاوت کړي، د هر دښمن پا وړاندې سنګرونه زموږ یو دي، د هر دښمن پا وړاندې سنګرونه زموږ یو دي، دردونه زموږ یو دي، ارمانونه زموږ یو دي، د ښه سبا لپاره تل فکرونه زموږ یو دي. د ګران افغانستان دی کور د هر افغان، مونږ شریک هوډ کړو ژر به یې ودان. تا تمام دنیا بداند که در افغانستان امارت اسلامی افغانستان سربازان شجاع و عساکر جان بر کف امارت اسلامی افغانستان، وزرای محترم و شخصیت‌های معتبر و تمام انجینران و جوانان ما دست به دست همدیگر داده، تحت هدایات عالی قدر شیخ امیرالمومنین شیخ هیبت الله حفظه الله، تمام افغانستان خود را آزاد، آباد، مترقی و سربلند می سازد. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و صحبه اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بكافه ملت مؤمن، مسلمان، مجاهد، ملت غیور افغانستان، افتتاح یکی از پروژه های بسیار مهم و سرنوشت ساز کشور مبارک باشد. و ما سپاسگزار نعمت های الله رب العزت باید باشیم. اما به نعمت ربک فحدث، تحدیث به نعمت الله بر کافه ملت مؤمن ما واجب هست که شکرگزار نظام اسلامی، مسئولین زحمتکش و مخلص نظام امارت اسلامی افغانستان باشد. مسئله این است که برادران عزیز، بلخص رسانه های محترم و کسایی که صدا و پیغام افغانستان میتوانه مخابره بکنه، ایست که برای مردم افغانستان و برای داخل و خارج این پیام امن و امنیت و صلح و ترقی و پیشرفت همه ما من حیث فرزندان این خاک و این سرزمین مکلفیت داریم برسانیم. از مسئولین عزیز امارت اسلامی افغانستان نیز تقاضا هست این که با تمام مردم، با تمام رسانه ها، با تمام کسایی که میخواهند در مورد امارت اسلامی و افغانستان بدانند حاضر شوند و صحبت بکنند، پروژه های خود از طریق رسانه ها انعکاس بدن تا تمام دنیا بداند که در افغانستان امارت اسلامی افغانستان سربازان شجاع و عساکر جان بر کف امارت اسلامی افغانستان، وزرای محترم و شخصیت های معتبر و تمام انجینران و جوانان ما دست به دست همدیگر داده، تحت هدایات عالی قدر شیخ امیرالمومنین شیخ هیبت الله حفظه الله، تمام افغانستان خود را آزاد، آباد، مترقی و سربلند می سازد. بدون اینکه دنیا با ما باشد و ما را تنها بگذارد، اما امارت اسلامی افغانستان تب و تلاش های مرد مجاهد،
مرد سنگر و جهاد و مرد شهادت طلب و جان برکف جناب حاجی مولا صاحب برادر آخوند برای همه مردم افغانستان معلوم شده نه سرما، نه گرما، نه زمستان و نه بهار را سربازان امارت اسلامی نمیشناسه. در هر لحظه برای افغانستان سربلند، برای افغانستان آباد، برای افغانستانی که بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله بر اعتزاز باشد جان بر کف ایستاده است. این تونل، تونل وحدت مردم افغانستان است، تونل جوانان، انجینران، تکنیکران، رسانه ها و تمام ملت با شامت ماست که تحت رهبری امارت اسلامی افغانستان چنین تونل را با افتخار که در 20 سال گذشته حکومت ناکام بود ولی در 2 سال امارت اسلامی افغانستان چنین دستاوردهای پر افتخار داره. همه ما مکلفیم دستاوردها را بیان بکنیم، بگوییم برای دنیا که افغانستان آرام است، امنیت است، صلح است و افغانستان دیگر جنگ نمیخواهد. آبادی، آزادی، استقلال، سربلندی، سرزمین خوب، راه‌های خوب، تونل خوب، خانه‌های خوب حق مردم افغانستان است که همه دنیا باید این حق به مردم افغانستان قائل شود. ما از تمام مسئولین عالی قدر امارت اسلامی افغانستان سپاسگزار هستیم و شکر نعمت، شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. امروز هر خبری که امارت اسلامی افغانستان میده خبر پروژه است. با تشکر از تمام مهمانان عزیز انشاءالله که هر خبر ما خبر آبادی و خبر سربلندی و خبر پیشرفت باشه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. طول حاضرین تا السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بسم الله الرحمن الرحیم. لمقام بطیر شو ده که وقت مختصر ده. درد و نظمون یودی ارمان و نظمون یودی دخس بالا پرت الفکر و نظمون یودی دگران افغانستان دی کرد هر افغان منکر شریک هود کروزر بای ودان منکر شریک هود کروزر بای ودان درد و نظمون یودی ارمان و نظمون یودی دخس بالا پرت الفکر و نظمون یودی دگران افغانستان دی کرد هر افغان منکر شریک هود کروزر بای ودان منکر شریک هود کروزر بای ودان جنوب کد شمال کد خلتیز کد الویدیز یو منگرونا افغانان پایا و خلا پایا و داریز یو منگرونا افغانان پایا و خلا پایا و داریز یو کلتور فرهنگ مو یو او ارزښتو نظمون یو دی کلتور فرهنگ مو یو او ارزښتو نظمون یو دی دردو نظمون یو دی ارمانو نظمون یو دی دخا سبالا پارا تل فکرو نظمون یو دی دگران افغانستان دی کرد هر افغان منکر شریک هود کروزر بای ودان منکر شریک هود کروزر بای ودان انشاء الله دی ملی پروژو دا بهیر با روان وی ګړندای خیر کس
ستونز من هموی ما سیر با انشاءالله دادی ملی پروژو داغا بهیر با روانوی گرلندی خیر کستونز من هموی ما سیر با هدف دا امارت هدف دا امارت و امیدون زمون یودی هدف دا امارت او امیدون زمون یودی دردون زمون یودی ارمانون زمون یودی دخ سبال پارت الفکرون زمون یودی دگران افغانستان دای کور دا هر افغان منکر شریک هود کرو جر بای ودان منکر شریک هود کرو جر بای ودان هیس ناشی بیلوی هیس ناشی بیلوی دا نرنی والو زور تاثیر مو قومی و لسانی سمتی تر من نشتا توپیر مو هیس ناشی بیلوی دا نرنی والو زور تاثیر مو قومی و لسانی سمتی تر من نشتا توپیر مو قومی و لسانی سمتی تر من نشتا توپیر مو یو موٹی یو بدن بایو قومون زمون یو دی یو موٹی یو بدن بایو قومون زمون یو دی دردون زمون یو دی ارمانون زمون یو دی دخ سبال پارت الفکرون زمون یو دی دگران افغانستان دی کور دا هر افغان منکر شریک هود کرو جر بای ودان منکر شریک هود کرو جر بای ودان مقتل ها غر تلی دی چی دلتا چی دلتا شرارت کلی مقتل ها غر تلی دی چی دلتا شرارت کلی یا هم دا دی مشروع نظام پوڑان دی بغاوت کلی یا هم دا دی مشروع نظام پوڑان دی بغاوت کلی دا هر دخمن پوڑان دی سنگارو نظامون یو دی دا هر دخمن پوڑان دی سنگارو نظامون یو دی دردو نظامون یو دی ارمانو نظامون یو دی دا خاص بالا پارا تل فکرو نظامون یو دی دا گران افغانستان دی کور دا هر افغان منکر شریک هود کرو جر بای ودان منکر شریک هود کرو جر بای ودان چی سویل پخلمون الحاغ خویو عمل کی چی سویل پخلمون الحاغ خویو عمل کی یوران دی عبداللہ دا ترقی پو هر مزل کی یوران دی عبداللہ دا ترقی پو هر مزل کی یوران دی عبداللہ دا ترقی پو هر مزل کی خجمان رهبری لرو صفو نظامون یو دی خجمان رهبری لرو صفو نظامون یو دی دردو نظامون یو دی ارمانو نظامون یو دی دخ سبال پارت الفکرو نظامون یو دی دگران افغانستان دی کور دا هر افغان منکر شریک هود کرو زر بای ودان دردو نظامون یو دی ارمانو نظامون یو دی دخ سبال پارت الفکرو نظامون یو دی دا گران افغانستان
دای کرد هر افغان منکر شریک هود کرو جر بی ودان منکر شریک هود کرو جر بی ودان منکر شریک هود کرو جر بی ودان. السلام علیکم. علیکم السلام. سلام به شما و بینندگان شما. بخیر و سلامت باشین انجینر صاحب. لطفتون است. انجینر صاحب خدا معرفی میکردین نامتان چی است و چی مسئولیت دارید؟ دیپلم انجینر خواجه عبدالواحد انصاری متخصص امور یخبندانهای سالنگ هستم. انجینر صاحب نسبت به سالهای گذشته برف سالنگ کم شده زیاد؟ اقلیم خود در تغییر است. یک تاثیر گازهای گلخانه ای میشنوی رسانه ها رو در دیگه جهان هم در این فصل دیگه اونه میبینه که برفی و قدر نسبت به سالهای گذشته در سالنگ وجود نداره، اما خنک است الحمدلله و المنه که این دور شد بازم خنکم تغییر خورده نسبتا. مبارک باشه انجینر صاحب. بعد از چند سال شاهد هستیم مبارک به ملت غیور و پر افتخار وطن ما و به قشر زحمتکش وطن ما، با همه ملت ما و بالخصوص به رسانه های ما که سبب وسیله بین دولت و ملت هستند که صدای ملت به دولت و صدای دولت به اهداف دولت و پروگرام های دولت به ملت میرسانند. و خیلی وطندارای ما باور کن لحظه شماری میکردن که بازسازی سالنگ ببینه کار تکمیلی شد. خب با تمام عموم ملت غیور افغانستان این بازسازی سالنگ تبریک میگم و به نوبهش از جناب وزیر صاحب بزرگوار که بارش سفید هفته دو مرتبه و بیشتر از اون می آمد به خاطر خود وزیر صاحب که همین کار پیش سرعت بخشیده شد. چرا در فصل زمستان تقریبا خزان و زمستان سالنگ شروع شده بود و همچنان مولوی صاحب عبدالعلیم آقا رئیس حفظ مراقبت سالنگ ها شب و روز در اینجا با امو بزرگواری خود با امو تکلیفی که داشتن یه نمیجا بود و روزایی که نمی از من خواهش میکرد که همین تو کنترل داشته باشی کار جریان پیدا کنه، کار تعطیل نشه و همچنان از شرکت برکت زای و شرکت وزروار دیگه که گالری 16 را اونا کارشو پیش بدن از اونام اظهار سپاس امتنان میکنم که با پشتبانی کاری با وسایل اساسی و با مواد اساسی و کوالتی بالا همه کار را به پیش بردم. حالا چقدر راه نزدیک میشه با وطندارایی که میرن طرف قندوز، مزار، همتو بدخشان؟ و شما بهتر معلوم است که ارتفاعات خواک نسبت به سالنگ بلندتر است و در عین حال این سرک اساسی است و یک سرک است که جور شده و در این فصل زمستان دیگه مخاطره های زیافی است، یعنی ریسک زیافی است که موتر بیبریک شود یخک است و در این حال سرک اساسی نیست موتر لول بخوره و سبلوبور است نسبت به سالنگ، همونجا هم در شکاری این کلان سهولت است به ملت غیور افغانستان. وقتی که برف زیاد میشه با موتروانا کنم شما توصیه میکنین در شما؟ بله اینجا مدیریت ترافیک مام است و همچنان آمریت پاسخ استرار مام است، در دروازه ولنگ پیشتر اونجا برشان اخبار میشه که برادر چینای تا بسته کن و اینجا هم در دروازه ملخان پایان اخبار میشه که شما چینای تا بسته کنی و در این های ساحات آماده باش ماشینری به خاطر برف پاکی و به خاطر از یک یخک اگر باشه موتراه بندش نکنه که با ما همکاری صورت بگیرم. بخیر باشید. تشکر از شما، تشکر از برنامه تان و از رسانه تان. هموطنان مهربان قسمی که شما مشاهده میکنید در کنار ما یکی از وطندارای ما نظرات وطندار خدا بگیریم و در این سالنگ چی مسئولیت دارند. السلام علیکم. علیکم السلام، بخیر باشین. خسته نباشین. قربانتان، سلامت باشین. بشه خدا معرفی میکردین نامتان چی است، اینجا چی مسئولیت دارید؟ بخیر باشین، اسم دکتر سبقت الله انصاری، عامر پاسخ ریاست حفظ مراقبت. ما الحمدلله بسیار خوشحال هستیم، یعنی در زندگی قدر خوشحالی را احساس نکرده بودیم که امروز ما احساس کردیم، بخاطر که 50% دمی یک تونل و یک گالری که چی شد جور شده پخته شد اساسی جور شد، یعنی 50% مشکل شارع سالنگ حل شد. با مردم چقدر پاسخگوی بودین؟ چقدر وقت بند بود جناب دکتر صاحب؟ والا مشکلات خود در بر داشت، مشکلات در بر داشت. من تا ما دو رای دیگر که یکیش رای شیبر بود یکیش رای پنشیر بود، رو ما زمین سازی کرده بودیم برای عبور مرور موتورها و در زمین بعضی موتورهایی که زیاد ضرورت داشتن جنازه می بود یا اگر مشکل دیگه می نداشت مریض عاجل می بود اونها رو ما عبور داده می دانستیم، زمین برشان مساعد میکنیم که عبور کند. ان شاء الله که کار باقی مانده سالنگ چی وقت شروع میشه؟ تابستان
پیشرویش رو مشاهد من انشاءالله دقیق ماه حمل بزرگای ما یادآور شدن که ماه حمل آینده که یک ذره هوا اینجا سرد است باش ما دقیق معلوم است دیگه که هوا سرد است هوا گرم شود کارش اساسی شروع میکنه تاس مکمل شهر را بعد از به نظرم 30 سال دیگه کار بازسازی سالنگ شد دیگه تو باور کن اگر در دل براتان بگیم که یعنی در وقت جمهوریت کارمندای ما که قصه میکنند و یادآور میشن که یعنی اگر اونقدر پولی که در سالنگ آمد که تو فرش میشد این شورای سالنگ جور میشد و متاسفانه که خیانت دیگه زیاد شد و کسی خدمت نکرد ما الحمدلله دست به دست هم کردیم ان شاء الله که وطن خود جور میکنیم باز مردم چقدر همکاری میکنه دکتر صاحب شما را الحمدلله مردم بسیار راضی است و همکار ما 100% است استقبال 100% میکنن یعنی امروز ما تماشا میکنیم که لبخند را در لبهای زا جانا با جوانا چی پیام داری با وطندارای ما چی پیام داری جوانایی که میرند خارج از کشور بابا چی پیام داری در زمان باید یادآور شوم که جوانای ما با بهترین استعداد دارند بهترین کادرها را ما داریم در وطن خود باید در وطن خود دست به دست هم بدیم وطن خود جور کنیم ما به انجینیر به دکتر به بر هر مسئول ما ضرورت داریم بخیر باشین بخیر باشین قربانتان